اگر میخواییم مفهوم مرگ رو برای کودکتون توضیح بدین، حالا با وقایعی که پیش اومده، مثلا حیوان خونگی داشتین که الان دیگه نیست، یا خدایی نکرده مرگ عزیزی تو خانواده شما اتفاق افتاده و میخواین این موضوع رو برای کودکتون شرح بدین، حتما این ویدیو رو نگاه کنید. سلام، من مهدی هستم. اینجا کانال تاپ فامیلی خانواده برتر هستش. من هفته 2 الی 3 تا ویدیو در زمینه نکات تربیتی مربوط به کودک، نکات مربوط به خواب و تغذیه کودک، روش‌های تقویت هوش کودک و همچنین یک سری نکات مربوط به بارداری رو تو این کانال منتشر می‌کنم. اگر دوست داشته باشین از این دست محتواها رو ببینین، میتونین دکمه سابسکرایب رو بزنین که به کانال من ملحق بشین و اگر زنگوله کنارش هم بزنین، هر همون ویدیو جدیدی منتشر شد مطلع میشه و میاد اون ویدیو رو تماشا میکنید. امروز میخوام راجع به این توضیح بدم که ما چطوری باید مفهوم مرگ رو برای کودکمون توضیح بدیم. کودک زیر 3 سال مفهوم مرگ رو نمیتونه متوجه بشه و بچه ها معمولا از 3 سالگی تا 8 سالگی مرگ رو یک پدیده قابل بازگشت میدونن، یعنی فکر میکنن که برمیگرده، کسی که رفته برمیگرده. ولی از 8-9 سالگی به بعد هستش که دیگه متوجه میشن مرگ یک مفهومی هستش که غیر قابل بازگشت هست و دیگه اون کسی که رفته یا حالا موجود زنده که رفته دیگه بر نمیگرده. بنابراین اینکه ما بتونیم این مفهوم رو برای کودک به خصوص زیر 9 سال این موضوع رو شرح بدیم و آشنا بکنیم با این پدیده خیلی مهم هستش که بعدها خدای نکرده از این دست اتفاق رو تو زندگی براش پیش بیاد، بتونه بهتر خودش رو مدیریت بکنه و اون استرس و استراب و اون افسردگی و پیامدهای بعدیش رو نداشته باشه یا خیلی کوتاه‌تر و سریع‌تر بتونه این مراحل رو پشت سر بذاره. هدف اینه که ما در واقع اطلاعات خودمون رو اول بالا ببریم و بعد بتونیم این اطلاعات رو به کودکمون انتقال بدیم. اول میخوام به این اشاره بکنم که چه زمانی بهترین زمان آموزش هستش با توجه به اون اتفاقهایی که تو زندگی روزمره میفته. مثلا اگر گلدونی دارین که خشکیده، در مورد اون گلدون میتونین گلی که ازش مراقبت میکرده باهاش صحبت بکنین، یا حیوان خانگی داشتین که دیگه نیستش راجع به اون میتونین صحبت بکنین، یا در مورد حتی کارتون ها انیمیشن هایی که بچه ها میبینن و با این پدیده تو اون کارتون روبرو میشن، بهتر این زمان هستش که شما این پدیده رو به کودکتون آموزش بدید از همون سن 3 سالگی. حالا تو اون سن 3 سالگی ما این پدیده رو برای کودکمون چجوری باید شرح بدیم؟ اگر مثلا حیوان خونگی بوده که دیگه نیستش و مرده، باید اولین کاری که میکنه اینی که با کودکتون همدلی بکنید، یعنی بیاین باهاش صحبت بکنید، بگین آره خیلی مثلا این جوجه رو دوستش داشتی، هر روز بهش غذا میدادی، آب میدادی بهش، باهاش بازی میکردی، باهاش همدلی بکنید، از خاطراتی که داشته با جوجه تعریف بکنید براش، آره دیگه نیستش، خیلی دوستش داشتی، میبردیش پارک، اونجا بازی میکردیم، بهش غذا میدادیم. پس این همدلیه رو در واقع داشته باشیم. پس تو مرحله اول اینه که با کودک همدلی بکنید، از خاطراتی که با اون موجود زنده داشته براش تعریف بکنید. دومین کاری که میشه کرد اینه که بیاین برای اون حالا موجود زنده ای که دیگه نیست تو زندگی کودکتون، سوگواری بگیرین، یک مراسمی بگیرین که بتونین این اون احساساتش رو بیرون بریزه، یا یک جورایی مثل برون ریزی احساساتش میشه و به کودکتون کمک میکنه که پذیرش این موضوع براش راحت تر بشه. با کودکتون صحبت میکنی، میگی دوست داری چجوری براش مراسم بگیری، دوست داری مثلا شمع براش روشن بکنیم، کجا دوست داری اینو دفنش بکنیم، یک جایی رو مثلا تعیین میکنین، حالا تو باغچه‌تون یا تو بیرون پارک، جایی که مثلا این جوجه رو میبریم اونجا و دفنش میکنیم، براش شمع روشن میکنیم یا براش گل میگیری. در واقع این آشنا میشه با مراسم سوگواری و به کودکتون هم کمک میکنه که پذیرش این موضوع براش راحت تر بشه.
بعد از این مراحل چیکار میکنی؟ مرحله سوم اینه که برای کودکتون این موضوع رو بیشتر توضیح میدین. یعنی چی؟ یعنی براش مفهوم مرگ و نیستی رو براش توضیح میدین. میگین که همه موجودات زنده یک روزی میمیرن، از بین میرن و بدنشون دیگه از کار میفته و دیگه هیچ دردی رو احساس نمیکنن دیگه تو بدنشون، یعنی دیگه نیستن و هیچ وقت هم بر نمیگردن. برای همه موجودات زنده یک روز این پدیده اتفاق میفته. بنابراین سعی بکنین که این موضوع رو برای کودکتون تا اونجایی که میتونین توضیحش بدین که کودکتون متوجه این منظور بشه. میگم هرچند کودک 3 ساله خیلی متوجه پدیده غیر قابل بازگشت بودن این موضوع نمیشه، ولی میتونه یه پیش‌زمینه داشته باشه که بعدا اگر با این پدیده خدای نکرد تو زندگیش مواجه شه باز بتونه مدیریت بکنه این موضوع رو. کار دیگه ای که باز میشه انجام داد اینه که بیاین براش یک بازی طراحی بکنیم یا براش قصه تعریف بکنیم که این پدیده رو در قالب اون قصه بیشتر براش توضیح بدیم یا تو اون بازی بیشتر براش توضیح بدیم. اون مراسم رو میتونی مراسم رو بیاین مثل یک بازی در بیاری و بیشتر راجع به اون توضیح بدیم. پس این هم میتونه تکمیل کننده این موضوع باشه. حالا اگر خدایی نکرده یکی از افراد خانواده این اتفاق براش افتاد و کودک اون فرد رو از دست داد، ما چجوری باید کودک رو برای این موضوع آماده بکنیم؟ اول اینکه حتما یک فردی که نزدیک هستش، یعنی یک فردی که کودک قبولش داره و به کودک نزدیک هستش و کودک حرفش رو گوش میده، باید با کودک راجع به این موضوع صحبت بکنه. پس اول اینکه اون فرد مناسبی باشه که بخواد این موضوع رو توضیح بده. دومین خصوصیتی که اون فرد باید داشته باشه اینه که خودش خیلی اضطراب نداشته باشه، خیلی ناراحت نباشه، یعنی بتونه بر اون ناراحتی خودش تا حدودی غلبه کرده باشه. چون اگر خودش خیلی پریشون باشه و خیلی ناراحت باشه، اون ناراحتی و اون استرس و اون فشارهای روانیش رو به کودک منتقل میکنه و کودک بیشتر دچار تشویش میشه. بنابراین این دوتا ویژگی رو اون فردی که میخواد برای کودک این موضوع رو توضیح بده باید داشته باشه. حالا اون فرد قرار این موضوع رو برای کودک توضیح بده. چجوری باید توضیح بده؟ اول اینکه باید حتما صداقت داشته باشه، چون کودک متوجه میشه که شما دارین دروغ میگی، راستش رو نمیگی و از طرفی هم چون نمیدونه واقعیت چیه، یک جورایی خیلی گیج میشه و بدتر پریشون میشه از این موضوع. پس حتما باید راستش رو بگی و واقعیت رو به کودک بگی. مرحله دوم اینه که اجازه بدین از ترس و نگرانی‌هاش برای شما صحبت بکنه. یعنی شما بفهمید که کودک شما چقدر اطلاعات داره، چقدر راجع به این موضوع میدونه یا فهمیده. مثلا اگر خدای نکرده پدر بزرگ مادر بزرگش فوت شده، بگین که میدونی مثلا چرا عمه داشت گریه میکرد، یا میدونی چرا همه مشکی پوشیده بودن، یا میدونی چرا میدونی پدر بزرگ کجا رفته، چرا نیست، چرا برنمیگرده. اینجا در واقع شما دارین میزان اطلاعات کودک رو بررسی میکنین که ببینین احساساتش چیه و چقدر اطلاعات داره. مرحله سوم اینه که اون تفکرات و دیدگاه های خودتون راجع به مرگ رو به کودکتون القا نکنید. و چیزی که باید بگین اینه که بگین همه این موجودات زنده یک روزی میمیرن، بدنشون از کار میفته و دیگه هیچ دردی رو، هیچ چیزی رو احساس نمیکنن و دیگه هم بر نمیگردن پیش ما. این یک روز برای همه این موجودات زنده این اتفاق میفته. بعد از اینکه این موضوع رو برای کودکتون توضیح دادین و کودک ممکنه باز یک سری سوالات رو باز همونجا بپرسه یا بعداً باز تو ذهنش بیاد که مثلا میگه کجا رفته، میتونی بگین که دیگه از پیش ما رفته. ولی اینکه بگین که پیش خدا رفته، خدا اونو برده، این جملات کاملا اشتباهه و دلیلش رو میگم توضیح دادم تو اون ویدیو که حتما بریم ببینید که چه تأثیرات منفی روی کودکتون میذاره و به هیچ عنوان از این جملات اشتباه برای کودکتون استفاده نکنین که بخوای این موضوع رو توضیح بدیم. در مرحله بعدی اینی که باز همونطور که گفتم در مورد حیوان خانگی که گفتم باهاش همدلی میکنین، خاطراتش رو مرور میکنین، باز اینجا هم در واقع همون اتفاق میفته، همدلی میکنین، از خاطراتی که داشته با اون فردی که فوت شده تعریف میکنین، خیلی اون تو رو دوست داشت، تو دوستش داشتی، چقدر با هم دیگه شوخی میکردین، بازی میکردین، با هم عکس گرفتین. میتونین بیاین آلبوم عکس‌ها رو مرور بکنین، خاطراتش رو بیشتر مرور بکنین که باعث بشه که کودک اون بروریزی احساساتش رو در واقع داشته باشه و از کودک بخواین که
حالا ازش نظر خواهی بکنیم که دوست داره به مراسم ختم خاک سپاریش بیاد یا نه، که اونم باز توی یک ویدیو راجبش توضیح دادم که چطوری باید این مفهوم خاک سپاری و مراسم ختم رو برای کودک توضیح بدیم، که حتما اون ویدیو رو هم ببینیم. و بنابراین کودک رو آماده میکنیم برای این موضوع که یک مراسمی داشته باشه. اگر دوست داشته باشه، اگر نخواد، دلش نخواد که به مراسم بیاد، میتونید در خلوت خودتون حالا یا دوتایی یه شمع روشن بکنین، یه خاطراتی که حالا با آلبوم عکس مرور میشه، اینها میتونه همون مراسمی باشه که به کودکتون کمک میکنه بتونه با این موضوع بیشتر کنار بیاد. و همچنین سعی بکنین که اون استرس و استرا و نگرانی و تشویش خودتون رو خیلی به کودکتون منتقل نکنی، خیلی مواظب این موضوع باشین و کودکتون رو در آغوش بگیرین، بغلش بکنین، بوسش بکنین، سعی بکنین که بیشتر بهش محبت بکنین، اجازه بدین که دلش میخواد گریه بکنه، برون‌ریزی احساساتش رو داشته باشه. یا حتی هم گفتم ممکنه یک سری از بچه‌ها خیلی واکنش خاصی هم نداشته باشن، حتی این اونقدر ناراحتی رو هم تجربه نکنن و دنبال بازی خودشون باشن، که باز هم گفتم نباید برچسب این که بی تفاوته یا سنگ دل به کودکتون بزن. واکنش بچه ها متفاوت هستش توی این موضوع. حالا وقتی شما این موضوع رو برای کودکتون توضیح دادین چه اتفاقی میفته؟ کودکی که ناراحت میشه و به هم میزه چه اتفاقی میفته؟ مرحله اول مرحله انکار هستش، یعنی کودک انکار میکنه، قبول نمیکنه این موضوع رو که این موضوع اتفاق افتاده، باور نمیکنه. پس این مرحله اولش هستش. مرحله دوم خشم و عصبانیت هستش، عصبانی میشه از اینکه نیستش دیگه اون فردی که فوت شده و دوستش داشت، بنابراین اون خشم و عصبانیتش رو به یک نحوی نشون میده. مرحله بعد اینکه این مقدار بهونه گیر میشه، بیشتر بهونه گیری میکنه، نق میزنه و این از برون ریزی احساسات کودکتون هستش. تو مرحله بعدی وارد فاز افسردگی میشه، یک مقدار افسرده میشه، یعنی داره این موضوع رو قبول میکنه، افسرده میشه. از این یه مقدار زمان بر هستش، همون روز همه اینها اتفاق نمیفته، زمان بر هستش. و بعد مرحله نهایی که بعد از افسردگی اتفاق میفته، مرحله پذیرش هستش، که دیگه کودک قبول کرده که این موضوع هست و دیگه اون فردی که فوت شده بر نمیگرده. بنابراین بسته به سن کودک، اینکه کودک چند سالش هستش، این مسئله میتونه متفاوت باشه و گفتم تو همه بچه ها این مسئله اتفاق نمیفته. و بروزی احساسات باز تو بچه های مختلف هم متفاوت هستش و هر کس به یک نحو خودش رو نشون میده. ولی چیزی که هست تو افراد بزرگسال هم گاهی در واقع این مراحل طی میشه، اول انکار هستش، بعد خشم و عصبانیت هستش و بعد فاز افسردگی و در نهایت فاز پذیرش هستش که اون موضوع رو میپذیره. امیدوارم این ویدیو براتون آموزنده بوده باشه و بتونین این مفهوم رو به کودکتون آموزش بدین که وقتی هم بزرگ شد و خدای نکرده با این پدیده ها از این دست پدیده ها تو زندگیش مواجه شد، بتونه خودش رو مدیریت بکنه و زندگیش رو سریعتر به زندگی نرمال برگردونه. اگر از ویدیو من خوشتون اومد حتما لایک بکنین، برای دوستاتون هم بفرستین، هرچی بیشتر ویدیو رو لایک بکنین احتمال دیده شدن این ویدیو هم بیشتر میشه. ممنون که حمایت میکنید. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.